کاوه فرخ در سال 1962 در شهر آتن در یونان متولد شد و بعدها تحصیلاتش رو در کانادا ادامه داد. او مدرک دکترای خود را از دانشگاه بریتیش کلمبیا در اون کشور دریافت کرد. کاوه فرخ تحصیلات و مسائل بسیاری داره که ظرف دقایق آینده به تمامی اونها خواهیم پرداخت. دکتر کاوه فرخ به زبانهای انگلیسی، فرانسه، آلمانی و فارسی سخن میگه و به چندین زبان دیگه از جمله زبانهای باستانی پهلوی و لاتین تسلط داره. دهها مقاله و نوشتار کوتاه و بلند حاصل پژوهش و تحقیق دکتر کاوه فرخ در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران باستانه که در نشریات و منابع گوناگونی منتشر شده. سایه هایی در کویر، ایران باستان در جنگ دومین کتاب دکتر کاوه فرخه که به زبان انگلیسی منتشر شده و گوشه هایی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران زمین رو بیان میکنه. این کتاب که بر اساس اسناد و مدارک معتبری نگاشته شده، ساختار سیاسی و اجتماعی ایران باستان و جنگ های آن سرزمین با یونانی ها و رومیان رو از زوایای متفاوتی بررسی میکنه. سایه هایی در کویر جایزه شیر طلایی بنیاد وان رو دریافت کرده و از سوی اتحادیه ناشران مستقل به عنوان بهترین کتاب تاریخی سال هم برگزیده شده. آقای دکتر کاوه فرخ به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه با ما در شهر ونکوور همراه هستید. درود و سپاس بر شما و بینندگان. بسیار عالی. آقای دکتر فرخ، خیلی سپاسگزار میشم اگر در ابتدا محبت بکنید برامون توضیح بدید که چه انگیزه‌ای باعث شد تا شما کتاب سایه هایی رو به این صورت بنویسی، سایه هایی در کویر، چه عاملی باعث شد که پس از سالها تحقیق و پژوهش این کتاب رو شما به رشته تحریر در بیارین؟ دو دلیل واحد داشت. یکی این که تاریخ ما ایرانیان همیشه توسط متاسفانه دشمنان ما نوشته شده که البته برمیگرده به جنگ هایی که با یونان و روم بوده که مقداری با تعادل بیشتری تاریخ ما عرضه بشه هم به دنیا و مهمتر از همه به جوانان و ملت ایران، و دوم این که تأثیرات فرهنگ ایران، علوم ایران، آرشیتکتی ایران، هنرهای ایران، میتولوژی ایران در واقعا تمدن جهان چیست. یکی از عوامل مهمیه که یکی از مثالهایی که خوب ما نمیدونیم اینه که اولین باتری 1000 سال قبل از الیساندرو ولتا در ایتالیا در ایران اختراع میشه، کما اینکه آرشیتکتی حتی ایتالیا و روم شما ببینید تأثیرات ساسانی توش ببینیم. مثلا مسائل دیگه هم که میتونیم بهش توجه بکنیم، رول میترایس هستش و تأثیراتی که در دین مسیحیت هست، و البته مثال ها فراوان هستش. آقای دکتر فرخ، من مقداری راجع به کتاب توضیح دادم ولی سپاسگزار میشم شما برای بینندگان عزیز ما اون رو بیان بکنید. شامل چه مطالبی هست و شما از چه زوایایی به تاریخ ایران باستان نگاه کردید؟ 4 قسمت هست در این کتاب. اول قسمت اولش که پیدایش نژاد ایندو یوروپیان یا به قول قدیمیان آریایی ها چیست، منبعش از کجاست، هم در اوکراین هم در کردستان امروز کنونی، و البته هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و مقدار کوچیک هم از سلوکیان. بیشتر انگیزه اینه که دیدهای متفاوت رو به طور خیلی بی‌طرفانه و سنجیده نگاه بکنیم، هم از دیدگاه خود ایرانیان و هم از دیدگاه مثلا دشمنان ایران، و خب نکات مثبت و البته نکاتی که خب منفی هم بوده در تاریخ ما به حالت خیلی بیطرفانه و غیر سیاسی نگاه بکنیم به تاریخ خودمون. گفت که انگیزه اصلی همین بود. آقای دکتر فرخ، یه نکته رو شما بهش اشاره کردید و این پرسش شاید در اذهان بسیاری از بینندگان ما هم وجود داشته باشه. اصولا چرا تاریخ ایران رو یونانیان یا رومی ها نوشتن؟ آیا مورخین ایرانی در کار نبودن؟ چه عواملی باعث شده که به این صورت تمام فراز و نشیب های تاریخ ایران به دست نویسندگان غیر ایرانی نگاشته بشه؟ یکی از دلایل البته این هست که در جنگ های متعددی که ایرانیان بودن، یکی از حملات بزرگی که البته به ایران میشه که ما آگاه هستیم لشکرکشی اسکندر به ایران هست، و خیلی از متون قدیمی ایرانیان از بین میره. مثلا حتی متون مذهبی اصلی ما که البته یکی در سمرقند امروزی بوده، یکی در اکباتان بوده، یکی از اینها هم در پرسپولیس بوده، اینا همه سوزانده میشن و خیلی از کتب ما
احتمالاً در این حملات از بین میرن و یک سری بعدم البته در حملات قرن حدود اواسط هفتم میلادی یا اوائل میشه که از اوائل تا اواسط هفتم میلادی بود که خیلی از البته کتب دیگر ما که زبان دیگه پهلوی یا فارسی میانه بود اونام از بین میرن. مقداری از خیلی از کتابهایی که ما داشتیم در این حملات متعددی که و این جنگ ها بوده از بین رفته و البته خب قرن ها طول میکشه تا اینکه ایران در لحاظ فرهنگی دوباره البته استقلال خودش رو به دست میاره، ولی خب کاملا هم از بین نرفته چون خیلی از بسیار یادبودهای ایران باستان شما در متونی مثل فردوسی هم میبینید. آقای دکتر فرخ، هر از چند گاهی مقالاتی نوشته میشه یا فیلم هایی ساخته میشه، کتاب هایی می نویسن که نقش با ارزش تاریخ ایران رو زیر سوال میبره یا تلاش میشه که اون رو کم رنگ تر بکنن. خاطرم هست چندی پیش مقاله‌ای در اشپیگل منتشر شده بود که شما هم پاسخ مفصلی در اون باره دادی. توضیح میدید که سرانجام داستان اشپیگل به کجا رسید و چرا شما تصمیم گرفتی در رابطه با مقاله‌ای که اونجا منتشر شده بود جوابیه ای رو منتشر کنید؟ مقاله‌ای که در اشپیگل و دیلی تلگراف که چاپ میشن سعی داشتن که تاریخ کوروش کبیر رو زیر سوال ببرن و حتی متونی که غیر ایرانیان نوشتن، مثل متونی که در بایبل هستش، متونی که در خیلی از مورخان رومی و یونانی که مثبت در مورد کوروش کبیر نوشتن، سعی کردن اینها رو زیر سوال ببرن. و البته دلایلش چندین دلایل هست، ولی یکی از دلایل البته خب سیاسی هست و یک خصومتی هم متاسفانه هنوز هست در دنیای غرب نسبت به فرهنگ قدیم ایران، یک دیدگاهی که به اصطلاح یونان و روم رو فقط مرکز تمدن می‌بینن و تمایلی هست که مقداری فاصله بگیرن یا همونطوری که شما گفتین کم رنگ‌تر بکنن تأثیر تاریخ ایران رو در فرهنگ جهان. و کوروش کبیر یکی از احداث کنندگان واقعا واژه‌های حقوق بشر هست. ما نمی‌گیم که ما ایرانیان حقوق بشر رو اختراع کردیم، ولی ایشون یکی از بنیانگذاران حقوق بشر که واقعا واژه‌ای است که خب مدرن هست. ولی کارهایی که کوروش کبیر کرد در مورد کلیمیان، بابلیان، در مصر، حتی در لیکیا، سیاستهایی که شما واقعا چند صد سال بعد از کوروش میبینین، همیشه میبینین که ایرانیان مدافع حقوق زبانی، مذهبی و فرهنگی تمام اقوامی که در امپراتوریشون بودن تا روزهای آخر هخامنشی این امر وجود داشت.